تلویزیون ای2 در سراسر جهان. من پرویز میمونی هستم، مطابق معمول بعد از ظهرهای دوشنبه و چهارشنبه به وقت واشنگتن از ساعت 6:30 تا 8 بعد از ظهر در خدمت شما عزیزان هستم. امروز که این برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنم، روز چهارشنبه است، برابر است با 26 آگوست 2015 و برابر است با 4 شهریور ماه 2574 هخامنشی، یعنی شاهنشاهی کوروش. من این برنامه رو همزمان، خب آقای امید امیدوار که در دفتر مرکزی در اتاق فرمان در واشنگتن، ببینید این برنامه من از اینجا از هوستون، من شهر هوستون واقع در ایالت تگزاس هستم که میدونید که این چند هفته هم خیلی گرم شده بود، یعنی به اینا میگن درجه حرارت سه رقمی شده بود، یعنی بالای 100 بود، حالا یه دفعه دوباره دو رقمی شده، اومده زیر 100 و امیدواریم که یه ذره خنک‌تر بشه. هیچ چیزی این خدا هیچ چیزش اعتبار و قاعده ای نداره. به قول تو بیداری نوشته بود که اگر مثلا شما توی ذهنتون یک کره زمینی در نظر بگیرید که یک نظمی داره، باران همه جا میاد، به اندازه میاد، که هیچ وقت زیادی نمیاد، سیل نمیاد، زلزله نمیشه، آتش فشان نمیشه، اینجور چیزا نمیشه، شما اگه میخواستید، شما اگه میتونستید یک کره زمینی درست کنید اونجوری درست میکردید که سیل نباشه، بیماری نباشه، بارون همه جا بیاد، که خاک همه جا سبز بشه. بلا الان که اینجوریه، یه جا از داغی میسوزه، یه جا از سرما یخ میزنه، یه جا اینقدر بارون میاد که سقف خونه میریزه، آب یه جا اینقدر بارون نمیاد که اینقدر خوش میشه که همه چی آتیش میگیره. خب این معلومه که این زیر کنترل یک خدای نیست. اتفاقا بحث میکردیم با یکی از دوستان امروز، خب یک دوست من میگه که خدا اصلا وجود نداره. در واقع به نظر من بهترین پاسخ به خدا رو آقای اینشتین داده. اینشتین گفته که ازش پرسیدم تو خدا رو قبول داری یا نه. میدونید اینشتین یک دانشمند کلیمی بوده، مثل بسیاری دانشمندان و هنرمندان دیگه کلیمی بودن. کلیمی ها به دنیای بشریت خیلی خدمت کردن، خیلی خدمت کردن، خیلی کردن. تمام بزرگان موسیقی، فلسفه، نمیدونم پزشکی، فیزیک، ریاضی، کلیمی بودن. نگاه نکنید به آقای نتانیاهو، کلیمی ها آدم هایی که به دنیا خدمت میکنه. عرضم به خدمتتون که از اینشتین میپرسن تو خدا رو قبول داری؟ میگه که ببین اون خدایی رو که موسی از خودش درآورده، ببینید تکرار میکنم، گفته اون خدایی که موسی از خودش ساخته اون قبول ندارم، اما اون خدایی که موسی رو ساخته قبول دارم. میدونی منظور چیه؟ منظور اینه که به هر حال یه نیروی که اسمش شما بذارید خدا، بذارید طبیعت، بذارید نمیدونم مادر نیچر، هر چی بذارید، یه نیروی این جهان رو بود، بذارید بینگ بنگ، هر چی بذارید یه نیروی این جهان رو ساخته. ولی این که بگی آقا مشروب بخورید میبرمتون جهنم، روزه نگیرید شلاقتون میزنم، نمیدونم به یه نفر، به یه زنی نگاه کنید میبرم چشاتون رو میسوزنم، بعد اونجا اگه بد باشید میله های آتشین دارم و شما رو عذاب میدم، اصلا غیر منطقیه. اگه بناست که در اون دنیا خدا من به خاطر بدی هم عذاب کنه، خب من میگم آقای خدا تو من ساختی، خب خواستی خوب بسازی، بی خود کردی بد ساختی، حالا که بد ساختی میخوای منو آتیش بزنی؟ مثل که آقای تویوتا پدر بزرگ، که پدر بزرگ کارخونه تویوتا رو پایه‌گذاری کرده بود، ماشیناش اشکال داشت، گفت من معذرت میخوام همه رو بیارید درست کنم. خدا این عقلش نمیرسه؟ یعنی شما فکر میکنید که خدا عقلش نمیرسه که اون موجودات که خواسته ساخته اگه اشکالی دارن بیاد اشکالشون رو رفع کنه؟ یکی دستن آدمای خوبی هن. ببینید من این حالا برگرم با وضع اینطور کنم، به نظر من بهترین کشور دنیا، بهترین حکومت دنیا برای مردم خودش کشور آلمانه، و بعد همه کشورهای سوسیال دموکراسی اروپا. گفتم آلمان، بلکه در آلمانی ها یک میل به خدمت به کشورشون تو خونشونه، یعنی وقتی میرن یه جو کار میکنن پول میگیرن، هدفشون درسته که پول بگیرن،
ولی یک هدف بزرگترش اینه که کشورشون پیشرفت کنه. اونی که تو کارخونه بنز کار میکنه درسته که پول میگیره، اما میخواد بنز بهترین ماشین دنیا باشه، با همین طور در جاهای مختلف. ولذا یک ارق ملی و میهن پرستی باعث میشه که آلمان‌ها در طول تاریخ یک دفعه در این 100 سال اخیر مثلا دوبار خیز ورداشن که دنیا رو از آن خودشون بکنن. چرا مثلا فرض کنیم که مصری ها خیز بر نمیدن همه دنیا رو کار خودشون جز خودشون کنن، چرا مثلا فرض کنیم که الجزایری ها کار نمی کنن؟ پس یه فرقی هست، همین فرق تو ژاپنی ها هست. ژاپنی ها مثلا فرض کنیم که مثال بزنم، من دریکن نمشتم نمشت بودم که ببینید یک چیزاییش که در اروپا عملیه در ایران عملی نیست، در امریکا عملیه در ایران عملی نیست. مثال دادم گفتم مثلا فرض کنید که شما میرید توی بعضی فروشگاه ها، یه باجه‌هایی داره که آدما نشستن جنساتونو میدین یک دونه دونه حساب کنن میگن به شما چقدر شو، یه دیگه از با جنساتونو خودتون از اونجا عبور میدید، از جلو ماشین رد میکنید که اون کدشو بخونه بگه چقدر شد، میرزه اونتا بعد میگه حالا میخوای بپردازید چی، میخوای بپردازید کردیت کارت نقد چجوری، شما میگید من میخوام کردیت کارت بپردازم، میگه بزن این تو رسید هم از اینجا بگیر. درسته که یک شخص اون بالا با ایستاده همه رو نگاه میکنه، ولی اون دیگه نظارت کامل نمیتونه بکنه. وقتی این شلوغ باشه اگر یه نفر مثلا فرض کنی که یه جنسش هم یه جور رد کنه که ماشین نخونه رفته دیگه. حالا یه مثال دیگه میزنم، ببینید چون وقتی که فروش بسای پستی ارسال میشه یا ارسال میده میخواد رسید گرفته بشه بدن به فرستنده که رسید داشته بشه، یا میگه نه من رسید نمیخوام برسه به فرستنده کافیه. حالا اونه که میگن من رسید نمیخوام، حالا چه پست دولتی بیاره چه پست های خصوصی بیاره، اونا رو میاره میذاره پشت در خونه. در بسیاری جا نمیشه بسته ای رو گذاشت دم خونه، به معنی که بذارید دم خونه تکون نخورده یارو ماشینش روشن نکرده رفته یکی میدوسه. در ژاپن یک زمانی که اون همون اسم اون نیروگاه اتمیشون، اسمش حالا دقیق میدازم غلط بگم نمیگم، اون نیروگاه اتمیشون وقتی که دچار اشکال شد خب برق رفت، در فروشگاهی بود که مردم جنس رو گوشت بودن توی این کارت گاری های فروشگاه که بیان پای صندوق یه دم صف پایست بودن یه دستم داشتن جمع میکنن یه دم پلان. برق که رفت تو فروشگاه برق استراری روشن شد. برق استراری یعنی برقایی که به دیواره، اینا باتری داره و چارجر داره، وقتی برق روشنه اینا چارج میشه، وقتی برق میره اینا تا یه مدتی روشن میمونن، ولی روشنایشون کافی نیست، بنده کافی نیست، صندوق نمیتونه کار کنه. الو الو خانم نوید، من الان رو خطم، این تلفن رو دارم رو خط، با عرض شرمندگی شما اگر از ساعت 7 به بعد زنگ بزنید خیلی ممنون میشم. مرسی، خواهش میکنم. بله، وقتی که برق رفت خب برق یک برق کمی روشنایی فقط هست دیگه، بقیه قسمت تا کار نمیکنه، در نتیجه صندوق کار نمیکنه. صندوق کار نمیکنه، مردم نمیتونن پول بدن جنس بخرن، مردم همه رفتن همه جنس ها از هر جایی که برداشته بودن بردن گذاشتن اون تو. میدونید یعنی ژاپن در این مورد از امریکا هم بهتر عمل کرد، بلکه امریکا مردم برمیدن جنس ها رو میرن بیرون، ولی اونجا اومدن همه جنس ها رو دونه دونه بردن توی اون کارتون ها جعبه های قفص هایی که برداشتون هم بردن گذاشتن، این چرخار همه رو گذاشتن اونجایی که چرخار جمع میشه، بعد همه دونه دونه از فروشگاه رفتن بیرون. خب فرق میکنه، یه دیگه آدم های رحیمی هستن، مهربونی، آدم های خوبی هستن، میگن در ایران باید مجازات اعدام دیگه نباشه. آخه عزیز من قربون شکل ماهت بشم، اصلا یه دما کارتون خواب داریم که این از خداشون که برن تو زندان بخوابن. خب اونی که کارتون خوابه میره مثلا یه زنی رو میگیره تجاوز میکنه میکشتش، میگه خب من میرم زندان برای همیشه، قضا اقلا هست دیگه. پس مردم ایران باید هی پا
پول خرج کنم، مالیات بدن، هی زندان درست کنم، هی زندان درست کنم، هی زندان درست کنم. آقا اونی که میگه زندانی اعدام نباید بشه، اون تو سوئد میگه، چون که زندگی همه تأمینه، پول نداری دولت بهت حقوق میده، پول نداری مرد بچه داری مرسته، دولت میگه من میذارم برات، پول نداری بری دکتر، دکتر میگه من به دکتر پول میدم. اونجا قتل و کشتار و اینا کمه، در کشورهای منطقه خاورمیانه با همش قتل و کشتاره. شما چی میگید؟ ببینید این کاری که شما میگید خوبه، باید 100 سال آینده ایران یا 20 سال آینده ایران یا 50 سال آینده ایران، معلوم نیست چه موقعی میشه. ایران در طول دوران زندگی این 100 سال اخیرش نشون داده که هنوز آماده این دموکراسی نیست. یه اشاره کردم دفعه پیش، وقتی قانون مشروطه تصویب شد، آقای محمد علی شاه یک مدت مظفرالدین شاه که بلافاصله مرد، محمد علی شاه یک مدت بود بعد کنار شد، احمد شاه بود، یعنی عمده دوران مشروطه احمد شاه پادشاه بود. و این احمد شاه پادشاه شد، از 1285 که قانون مشروطه تصویب شد تا 1299 که مودتای سلبیادین طباطبایی انجام شد، پس در نتیجه 85 تا 100 میشه 15 سال، یه سال کم میکنه چون 99 بود میشه 14 سال. 14 سال در اینان دموکراسی بود، منجر به ملوک و طوایفی شد. خب حالا میدونید که امروز آقای نصر احمدی رو داریم روی خط، یک روبه دیگه تا ایشون وقتشون بشه من یه تیکه ای رو بخونم. نوشته که نوشته تیترش اینه که رضا شاه محصول انقلاب مشروطه بود. حالا من یه تیکهش میخونم، خواهش میکنم خوب دقت کنید، اینو توی ذهنتون نگه دارید، برای دوستانتون هم بگید. ببینید نوشته که بودا میگوید سه چیز پنهان کردنی نیست: خورشید، ماه و حقیقت. حالا گوینده که اسم گوینده هستش بهمن امیر حسینی، در جشن مشروطیت یا در مثلا به مناسبت پادشاهان پهلوی سخنرانی کرد، بعد در یه جشن نوشته که اجازه بدین من سه نقل قول بسیار کوتاه را از یک استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که بی تردید با نام او آشنا هستید بیاورم. گوینده گفتار آقای بهمن امیرحسینی میگه من یک نقل قول رو، سه تا نقل قول رو از یک استاد دانشگاه، استاد علوم سیاسی که شما باش آشنا هستید، نامشون شنیدید، بیارم. حالا میگه صادق زیبا کلام در سه مناظری مختلف رادیو تلویزیون و مصاحبه مطبوعه گفته است رضا خان سردار سپه ناجی ایران شد. یک، یه دفعه اینو گفت. دو، رضا شاه خدمات زیادی به ایران کرد، من معتقدم که ایران مدیون دو نفر است، یکی شمشیر آقا محمد خان و دیگری چکمه رضا خان. سه، به دفاع از رضا شاه افتخار میکنم. خب این سه تا جمله رو آقای صادق زیبا کلام گفته در رادیو تلویزیون های رژیم ایران و در داخل ایران گفته. حالا از قول نویسنده خب، خدمات ایشان از جمله ساخت راهن سراسری، کشف حجاب و تأسیس دانشگاه و سخن گفتند که نقل و حتی اشاره به آنها در حوصله این گفتار کوتاه و وقت محدود نیست. بعد یه جرگه میگه که آنجا به این اشاره کردم تنها برای نشان دادن این نکته است که حقیقت اهمیت خدمت رضا شاه به قول بودا همانند خورشید و ماه پنهان کردنی نیست و به حدی روشن و غیر قابل مجادله است که حتی در جمهوری اسلامی نیست. هنگامی که یک استاد محقق در رسانه‌های همگانی و دولتی جمهوری اسلامی از رضا شاه به عنوان ناجی ایران و کسی که ایران به چکمه او مدیون است نام میبرد و یاد میکند، سخنی در نفی آن از هیچ مقام دانشگاهی و مسئول آگاه تاریخدان شنیده نمیشود.
ناجی ایران یعنی نجات دهنده ایران از مرگ و نابودی و چند پاره شدن، مدیون چکمه‌های رضا شاه بودن، یعنی در واقع ستایش مدیریت و قدرت او و روش‌ها و راهی که رضا شاه برای سرافسانی و پیشرفت ایران در دوران کوتاه 16 ساله پادشاهی خود پیمود. الو الو، خب ببینید خیلی راحت ساده دیگه، میگه آقای صادق زیبا کلام در رسانه‌های داخل رژیم میگه رضا شاه ناجی ایران بود، هیچ کس نمیاد بگه تو بی خود میگی، دری بری میگی، مزخرف میگی، هیچ کس هم نمیاد بگیره زندانیش کنه یا مثلا مجازات کنه یا براش مثلا پرونده درست کنه، بلکه یک چیزی که همه میدونن. نمیشه شما بگید نه. زیبا کلام میگه که ایران وجود خودشو مدیون دو نفر میدونه، یکی شمشیر آقا محمد خان قاجار، یکی چکمه رضا خان. خب پس بنابراین وقتی که در ایران در داخل رژیم اسلامی یک کسی میاد میگه که ما مدیون رضا شاه هستیم، رضا شاه ناجی ایرانی، هیچکی نمیگه، پس این مثل ماه و خورشیده که پنهان کردنی نیست، برکس نشون بده هیچ اعتراضی وجود نداره. تا فرصتی داریم یک تیکه از بیداری رو بخونیم. ملت‌های خوشبخت خاورمیانه، البته این به طعنه میگه خوشبخت خاورمیانه، فرستادن 2000 رو ببخشید، فرستادن 1000 رو سیستم ببخشید، فرستادن 124000 پیغمبر به یک نقطه کوچک از جهان، از جهان پهناور بی دلیل نبوده است. میدونید 124000 پیغمبر همه از اصلا منطقه فلسطین و این منطقه عرب ها اینجا بوده، هیچ جای دیگه دنیا این پیغمبر ها نبودن. یعنی مثلا ابراهیم و نمیدونم یوسف و نمیدونم اینا همه همون منطقه بودن. علاقه ویژه خداوند به مردم منطقه میتواند که از دلایل اصلی آن باشد. این علاقه خداوندی به مردم مسلمان و کلیمی و مسیحی منطقه باعث خوشبختی و پیشرفت مردم گردیده که ما قدرش را نمی‌دانیم. در مقایسه با کشورهای کافر غربی ما شاهد آرامش و خوشی همه اقشار اجتماعی در این منطقه می‌باشیم و برعکس ناظر همه بدبختی‌ها و عقب ماندگی و خاک بر سر شدن مردم مغرب زمین هستیم. به قول کارل پوپر، آن کس که بهشت زندگی را بر رایت جهنم ببخشید. به قول کارل پوپر، آن کس که بهشت زندگی را بر رایت جهنم کرده مجبور است متقاعدت کند که بهشت جای دیگری است و ما خود نمی‌دانستیم که در بهشت هستیم و زندگی ما لبریز از نعمت و عزت و عفت و عشرت و امروز مطمئن هستیم وضع بهتر از این هم خواهد شد. در وقتی که کمونیستا در شوروی روی کار بودن به مردم شوروی گفته می شد که در امریکا مردمانی که پول دارن، خیلی پول دارن، تو کاخاشون نشستن، طبقه های بالای خونه ها، آپارتمان ها زندگی می کنن. بعد وقتی که غذا میخورن یه لنگه جوجه که میخورن از اون بالا پرت میکنن پایین، هنو این لنگه جوجه یک مقداری گوشت بهش هست، این پایین مردم شیرده میرن تا اینو بگیرن اون بقیه گوشتشو بخورن. من یه دفعه توی فرودگاه فرانکفورت به یک آقای ارمنی برخوردم، از دور که من رسید گفت من خیلی دلم رنگ شده که با یک فارسی زبان حرف بزنم، مدت هاست فارسی حرف نزدم. گفت من رفتم ارمنستان خواهرم ببینم. گفت من توی نارمک تعمیرگاه اتومبیل مکانیکی دارم و وضعم خوبه، خونه خوب دارم، استخر دارم. به خواهرم نشون میدم عکس خونم و استخرم و میگه اومدی مثل بارو کلا بذاری، تو رو امپریالیستا فرستن به ما دروغ بگی.
میدونی این چی؟ یعنی اونایی که اون تو زندگی میکردن اینقدر بهشون تلقین شده بود که شما بهترین زندگی رو دارید، که اونا فکر میکنن که اگه یک وقت برادرشون بیاد بگه من استخر دارم دروغه، صد درصد. اگه من خونم اینجوریه، مثلا اتاق داریم، چهار تا اتاق داریم، آب گرم داریم، آب سرد داریم، دروغ میگه. ولذا با حیرت به این، بعد اون میگفتش که ببین من پشیمون شدم که رفتم ارمنستان دیدن خواهرم و اومدم، همش دریوری شنیدم، همش گفتن تو دروغگویی، تو از جانب امپریالیستا اومدی و اینجوری. حالا اینجا هم همونطوره، اون امپریالیستا اونطور میگفتن بهشت، بهشت موعود، اون پشت رو پشت پرده آهنی رو میگفتن بهشت موعود. من هم بچگی از همون کوچیکی میدونستم که اون پشت بهشت موعود دروغه، برای که هم دیده بودم هم شنیده بودم که این مرز ایران و شوروی همش روسا یه دونه دکل درست کردن، یه سرباز اونجا مواظبه یه جدیگه اون در نیا. ایرانی ها هیچ کنترلی ندارن، یعنی هر کی از ایران بخواد فرار کنه به شوروی، دولت ایران هیچ کنترلی روش نداره. اما هر کی از شوروی بخواد برگرده به ایران کنترله، نمیذارن، بلکه از اونجا اونجا فرار میکنه مردم. آل دیوار آلمان بین دو آلمان شرقی غربی رو، این دیواره که آلمان غربی که نکشیده بود که، چون از آلمان غربی کسی فرار نمیکرد، آلمان شرقی، آلمان شرقی کشیده بود برای که مردم میخواستن همش فرار کنه از اونجا. الو الو، درود بر شما، گوشی داشته باشید، صدا تو خط پخش میشه بفهمه. درود بر شما، من در تبریز بودم، کار مهمی هم داشتم. یک هتل آسیایی هست تبریز که خیلی معروفه و آشپزخونه و غذاهای معروف داره، و بعد موقع ما میرفتیم برای نهار اونجاست. در آشپز اون هتل آسیا شخصی بود ارمنی به نام زابن، بله، با من خیلی دوست بود و یک روز به من گفت که من میخوام برم فامیلامو در این کشورهای کمونیستی ببینم و برگردم. این سال 56ه که من دارم، بله، یا 55 بود یا 56، دقیقی یادم. رفت و برگشت، من دیدمش، تا منو دید اومد پلو من نشست و گریه میکرد. گفتم زابن نیه یورستم، گفتم زابن چرا، ببخشید تو که میگم، چرا گریه میکنی؟ گفت نمیدونی فامیلای من در ارمنستان و در نه ارمنستان، در این کشورهایی که مال تبعه روسیه شده به چه بدبختی زندگانی میکنن. اینا نه غذای مرتب دارن، نه خونه و زندگی دارن، نه هیچی. و من در این 10-20 روزی که نبودم دائم در اونجا داشتم گریه میکردم. حالا این آقایون کمونیستی ها بیان بگن که مخالفت با نمیدن این و اون و اون، آقا ما کشور خودمونو داشتیم و همه مردم هم راضی بودن، کسی هم با کسی کاری نداشت. بعد اومدن همین کمونیست ها و نمیدونم مجاهدین و مصدق اللهی و اینا همه به هم زدن و حالا کشور ما به این روز افتاده. من نمیخوام زیاد مزاحم برنامه تونشم، فقط به دوستانی که از رادیو گوش میکنن میگم اگر خواستید به آقای مینوی زنگ بزنید، آقای مینوی شماره تلفنتون رو اعلام کنید، چون اونجایی که نوشته زیاد دقیق نیسته. 281-835-3063، دوباره میگم 281-835-3063، این تلفن استودیو است. من گفتی خیلی راحت و درست گفتی. بعد صورت بعد سایت رادیوی آقای ناصر توکلی هم که اسمش از رادیو هوستون تگزاس، رادیو ایران هوستون تگزاس هستش، www.k که علامت رادیو هست، چون که گفتم رادیو ایران هوستون تگزاس، پس rit.co یا .com، که .co خیلی خوب میگیره، هر دو رو میتونید بگیرید. هر دو، دو تا ما اسکایپ گیرنده داریم، یکی .co یکی .com، ولی یک فرستنده و دو گیرنده ها در هر جای جهان. و الان دست آقای امیدوار درد نکنه که .co رو آقای امیدوار تنظیم کردن و در سرتاسر جهان هم
الان قابل گرفتن است. از ایران خیلی هم میگیرن اون دادکو رو و تیل که از همطوری گفتید همه رادیو هست. آر رادیو آی ایران ایچ هیوستون تی تگزاس دادکو یا دادکام. سپاسگزارم، امیدوارم که دوستان عزیز شنونده و بیننده به فکر این بیفتن که این تلویزیون ایتو رو کاری بکنن که ما ببریم روی ستلایت ایران. آقای امیر، بله بله، این فرمایشات شما و دوستانی که در این برنامه ها شرکت میکنن، برنامه دیروزم که آقای امیدوار با تلویزیون هفته امروز، بله شما اومد رو خط، من شنیدم حرفاتونو. بله آقای، حتی آقای هوشیار نژاد، من دوره‌ای که دانشجوی سربازی بودیم، وظیفه بودیم، با ایشون شبا در یک آسایشگاه بودیم، آسایشگاه شماره 21. یه روز بهش گفتم، گفت تو تلویزیون که میگی، وقت معلوم فکر میکنن که ما تو دیوونه خونه بودیم. آسایش گفتم نبا سرباز خونه هم آسایشگاه دارن، سرباز خونه که نبودم. خب هر صورت ما دانشجو بودیم دیگه، دانشجوی نظامی بودیم. بله، به هر صورت این هم چیزهایی است که اتفاق افتاده و من گاهی میام و حرفای زیادی میزنم. ببخشید. متشکرم، خیلی ممنون، قربون شما. بله، پس بیداری رو بذاریم برای دوشنبه و میذارم این بالا. بیداری مجله‌ای است که 19 سال منتشر میشه. بیداری غیر از قبل از اینکه افرادی بیان و دل و جرأت بکنن و اسلام رو افشاگری کنن، مثل آقای فولاد و فولادمند، مثل آقای پروفسور انصاری، یا مثلا فرض کنیم که مثل آقای امید و امیدوار، مثل شایان کاویانی، مثل آقای فاضل رضا فاضلی و مثل خود من پرویز مینویی، بیداری آقای سیاوش لشکری سالها قبل این کار رو میکنن و هنوز هم ادامه میدن و مجله بیداری هم به ایران میره، هم به افغانستان میره، به بسیاری جاها میره. من یک دوستخش و یکی دوستانم میدم هر دفعه که میاد، به خیلی از دوستانم میدم، ولی یه دوستم میفرسته ایران و میگه ایران دوستان من همه برای هم دیگه میفرستن و قوقا به پا میکنه در ایران. خب من باید حالا شماره آقای دکتر نصر احمدی رو بگیرم که بیارم شون بخند. من همیشه اینو میگرفتم. بله، من عجیب است که این شماره ایشون رو نمیدونم کجا گذاشتن. بله، من شماره ایشون رو میگیرم، همیشه قبلا میگرفتم، آماده بود یه دفعه یه ریدایل میکردم، ولی حالا این چون نشده باید مستقیما بگیرم. درود بر شما آقای دکتر نصر احمدی. درود بر جناب آقای پرویز نوری محترم. قربون شما، من الان شماره شما رو گرفتم و شما رو خط هستید. اگر اجازه بفرمایید من یه مقدمه بگم، یکی دو تا سوال مطرح کنم، بعد شما بیایید سوالا رو پاسخ بدید دیگه آقای دکتر. با کمال میل. خیلی ممنون. ببینید، من یه خاطره براتون بگم. یه زمانی ما سوئد بودیم، یعنی من از ایران که اینجوری شد
رفتم ترکیه یه چند ماهی موندم، یه مدت اونجا موندم، بعد رفتم سوئد. در اونجا ما رفتیم توی یه جایی که به قول معروف سوئد این افرادی که وارد می شدن اونجا می پذیرفت تا به پروندهشون رسیده ای کنه. به هر کس یه دونه یه خونه کلبه مانندی می دادن که اون تو زندگی می کردیم. نهارا رو خودمون شهر شام خودمون پول می دادن، ما تهیه می کردیم، صبحانه رو می آوردیم در اون دفتر مرکزی می خوردیم. یه روز نوشتن که یک فیلم ایرانی نشون میدیم، مثلا فلان روز یک فیلم ایرانی نشون میدیم. بعد ما خوشحال شدیم، به دیگر ملیت ها فخر میفروختیم، بله الان یه فیلم ایرانی نشون میدن. به سوئدیا فخر میفروختیم که بله فیلمی سینمایی ایرانی رو میان نشون میدن. فیلم رو آوردن نشون دادن. فیلم یک بخشی از فیلم نشون میداد که یک عده‌ای از غذاهایی که توی بیمارستان از طرف بیماران یا از طرف یک کارکنان یا از توی آشپزخونه زیاد میاد، اینا رو قاطی میکنن، یک پلوی مخلوط با چند نوع خورش تو اینا رو میفروختن بیرون. خب این واقعه وجود داشته. من خودم چون منزلم، یعنی منزل من نه، اون جایی که اون سالی که اونجا ساکن بودم یک جایی بود در خیابان قزوین، یک خیابانی بود به نام نواب، والا دورتر از دخانیات. در نتیجه محل درسم دبیرستان شرف بود، باید از اونجا پیاده میرفتم، گاهی از میدون قزوین رد میشدم. اونجا میدیدم که یک گاری روش یه مقدار لیک پلو گذاشته، زیرش یه جور آتیش روشن کرده و از اونجا میان مردم یه پولی میدن، یه مقداری پلو اینا میگیرن تو بشقاب میخورن. خب وقتی این فیلم نشون دادن، ما ایرانی هم همون احساس کوچیکی کردیم که چرا بد شد که ما فکر کردیم فیلم خوبی افتخارآمیزه. این اینجوری شد. البته فیلم درست بود، یه گوشه از ایران نشون میداد، میگم من دیده بودم اینو واقعا، ولی این یک زشتی کوچکی در یک گوشه ایران بود. همه ایران که اینطوری نبود که یک عده‌ای تو یک بیمارستانی پنهانی از رئیس بیمارستان و مدیران بیمارستان تبانی کردن این کار رو میکردن. ولی وقتی اومدن اونجا، یعنی اگر این فیلم رو توی ایران به من نشون میدادن، من میگفتم چه فیلم بردار کارگردان خوب بود، یه گوشه‌های زشتی از کشورمون که ما نمیدونستیم به ما نشون داد. اما وقتی میاد تو سوئد اون رو نشون میده، یعنی این ایران اینه، ایران اینه که پولای بیمارستان رو برن تو خیابونا میفروشن، مردم فکر میکنن همه بیمارستان ها همه جا میان پولا رو اینطوری میفروشن. حالا ببینید زشتی یک کشوری گفتن همش، یعنی همه خوبی ها رو، یعنی ما همه تاریخ اونو از بعد به تاریخ تا امروز همه رو یه زشتی بهش بچسبونیم، یعنی یه جوری بشه که مثلا مثل که ما اسم هر پادشاهی میاد اصلا حساسیت داریم، تنمون کعیر میزنه، قرمز میشه، به خارش میفته که یک چیزی به اون بگیم. من فکر میکنم این درست نیست که شما این شیوه رو به کار میبرید. حالا از این موضوع میام بیرون و دو قسمت از کتابتون میخونم و میخوام که ببینم شما خودتون در این مورد چی میگید. من این کتاب شما رو الان میگم، اگه میخواید خودتونم کتاب بیارید من بگم کجا رو دارم میخونم. من دارم اینجا کتاب شما از صفحه شماره 60 رو میخونم. شماره 60 بر حسب 60 دیگه، درسته؟ دیگه ویژگی‌های روشن این جایگاه با تایید انجمن، من درباره پادشاهی صحبت می‌کنم، در تایید انجمن بومی و ببخشید درباره خب همینطور من ادامه میدم. تایید دانشگاه نداشتن و وابستگی مواد 13 ویژگی‌های چون شجاعت، راستگویی، وفاداری. یه چیزی که من اینو می‌خواستم ازتون بپرسم که میگه که آکادمی بیگانگان ویژگان هستم. یک لحظه من فرصت دیده از بینندگان عزیز معذرت میخوام. از اینجا میخونم، این شماره‌ای که میخونم شماره 60 که گفتم.
شیوه روش و یا با هر منش چه پست و چه بالا بوده است، چون جنگ و گریز، خونریزی، دسیسه و فتنه، غارت، ویرانگری با هر ویژه شخصیتی و یا هر منش مانند مهربانی و خشونت، فرزند و برادرکشی، بخشندگی و مالندوزی و چپاول شرافت و فرومایگی، میهنخواهی و بیتفاوتی از داده های میهنی، تعادل شخصیت یا گرفتاری از دشواری های روحی و روانی که بسیار از پادشاهان گرفتار آن بودند. ببینید شما آقای نسل احمدی، یعنی من و شما، یعنی من که پرویز مینویی هم و شما که استاد دانشگاه بودید و مؤلف این قانون اساسی هستید، یعنی ما این اشکالات رو نمیتونیم داشته باشیم؟ چرا فقط اینا رو درباره پادشاه میگید؟ مگه رئیس جمهور نمیتونه این اشکالات داشته باشه؟ مگه دیگران نمیتونن داشته باشن؟ من منتظر پاسخ شما میشم تا سوال بعدیم بگم. فرمودید که در سوئد دو خوراکای بدو میدادن به این فیلم هم درست شد، اگر در ایران بود به هر حال بازم باستاب داشت. به این درست نیست که شما این چیزه رو به کار میبرید که پادشاهان بد بودن. نه نه، من نگفتم پادشاهان بد بودن، شما خودتون الان خوندید. شما ویژگی هایی رو برای پادشاه من برشمردم که با یک دوست و یک دروغگو و یک قاچاقچی و یک شالاتان با تفاوت داشته باشه. پادشاه عالی ترین نماد اخلاقی، سیاسی و بینشی مردم کشوره، مثل پدر مملکته. از مختم الاساتید هم در این زمینه باید اخلاقیاتش درستر باشه. من وقتی عنوان میکنم که برای دست یافتن به این جایگاه پادشاهان در گذشته این ویژگی ها را داشتند، یعنی ویژگی های مثبتش هم شما مثلی که توجه رو میفرمایید، اونجا که میشه مهربانی، اونجا که میشه میگه شرافت، اونجا که میگه میهنخواهی، اونجا که میگه یعنی ویژگی های پادشاه رو عنوان میکنه، خب خصایل سه نیکوی انسانی، اینها رو خب شما نادیده میگیدید. پادشاهان که بر قدرت نشستند ویژگی هایی داشتند. شما نمیتونید آقا محمد خان قاجار رو به عنوان یک رازن تلقی نکنید. شما نمیتونید رضا شاه رو پیش از پادشاهیش آدم دعواکن و مرافع کنید قلمداد نکنید. شما نمیتونید نادر افشار رو به عنوان که گوسفندان مردم رو در جوانی میدزدید فراموش کنید. بعدم که پادشاه میشه خصایص بدی هم داره، پسرش رو میکشه، چشمش رو در میاره، کسی به پسر خودش رحم نکنه به من رحم میکنه. شما میدونید ناشت نادر افشار در کوهی روی ممسنی تن نادری چه هست؟ از من میدونم نمیدونید. اونجا از کله ها تپه درست کرد، تپه تن نادری ضرب المثله. شما از جاده فاس تشریفون دارید به خوزستان. اجازه بدید آقای دکتر. ببینید من اتفاقا با آقای امیدوار صحبت میکردم، میگفتش که مثلا فرض کنید مثل این که بگیم مردم ایران خیلی بد بودن در گذشته، از با دست تو سفره غذا، تو کاسه غذا میخورن، یا بگیم بد بودن تو چادرشون میخوابیدن، الاغ و مثلا گوسفندشون تو همون چادر بوده. خب واقعا همه اینجوری بودن. شما مگه توی روم مینداختن آدما رو به همدیگه رو بکشن که اونها لذت ببرن؟ مینداختن مثلا فرض کنیم که شیای گرسنه رو که آدما رو بخورن. خب پس ما بگیم تمام تاریخ روم ایناست. ببینید آقای امیدوار در یه برنامه داشتن، یه نفر از پرسید این پادشاهان فلان فلان، گفت ببینید هر چقدر از زمان قدیم به زمان امروز میرسیم، عدالت و دادخواهی و آرامش جهانی بیشتر میشه. هر چقدر میریم به زمان قدیم اون خشونت و اینا بیشتر بوده. من در همین حرف بگم، من یه معلمی داشتم زبان سوئدی، چون سوئد که میدید اول میگن زبان یاد بگیر، مثل امریکا نیست بگن اول برو کار کن، اونجا میگن اول باید زبان یاد بگیر. زبان میگن زبان. یه معلمی داشتیم اسمش اتفاقا یادمه، اسمش خانم ایرنه گوستافسون بود. ازش پرسیدم وایکینگ ها که اونا خودشون میگن ویکینگ ها چیکاره بودن؟ گفت ویکینگ ها غارتگر بودن. گفتم یعنی چی؟ گفت به مرد چهرها و کشتی ها و همه جا حمله میکنن، آدم ها رو میکشتن، زن ها رو اسیری میگرفتن، پول و جواهر اینا رو میآوردن اینجا. اجازه. گفتم آقای خانم ایرن، شما اگر این وایکینگ ها اینقدر بد بودن، شما چرا اسم میدونتون رو گذاشتید وایکینگ؟ اسم کارخونه رو گذاشتید وایکینگ؟ تیم ورزشی وایکینگ؟ همه هر شهری همه چی هر جا میری وایکینگ میبینی.
گفت ببین اون زمان شیوه دنیا غارتگری بود، ما اجداد ما بهترین غارتگرا بودن، این زمان شیوه دنیا دموکراسیه، امروز ما بهترین دموکراسی دنیا رو داریم. و راست هم میگفت، هم اجدادشون بهترین غارتگرا در زمان غارتگری بودن، هم امروزه دموکراسیشون زباندن زد خاص و عامه. یه جوری یه زمانی یکی از نخست وزیرای انگلیس به وقتی سخنرانی میکرد گفت فکر نکنه اینجا سوئد شده ها، میدونی یعنی اینقدر توقعتون بالا نباشه اینقدر. حالا اگر شما بگید که نادرشاه یه بچه چکل کرد، نادرشاه من یه جور خوندم نمیدونم که حالا صد درصد، میگن وقتی که انگلیسی ها فهمیدن که این نادرشاه اینجا خطرناکه قوی میشه و اونجا اونا در توی هندوستان اون همه منطقه رو داشتن، یک طبیبی رو فرستادن برای نادر که این نادر دوچاره، چون که در مسافرت بود همیشه نخود کشمش میخورد، دوچاره یبوست بود، به بهانه که یبوست خود خوب کنم داروهای دادن که این عصبی تر کرد و در اون اوج عصبیت خب گفتش که من میکشم اگه فلان کس رو پیدا نکنید امشب. اون همکاراش کشتنش، همونطور که حتما شما میدونید آقا محمد خان قاجار در آخرین جنگی که یک شهری رو در شمال ایران محاصره کرد، به شهر مشتهدای شهر اومدن پلوش، چون اون هیچ وقت همیشه به آخوندا احترام می‌ذاشت، اومدن پلوش گفتن آقا دروازه رو به روی شما وا کنن شما ما رو می‌کشید، آخه این چی این، در حالی که اینا به شما دشمنی نکردن. آقا محمد خان قول داد که من غارت نمی کنم، کسی رو نمی کنم و در رو واس کردن و رفت تو، گفت پس مخارج جنگ منو بدی. همه اونا اومدن گفتن بله، هر کس مثلا فلان قبل داریم صورت نمیشتن، اینه قبل اینه قبل. یکی از اون افرادی که قرار بود یه مقدار پول بده اومد شکایت کرد، گفت نگه ماموران تو مثلا اگه برای بوده من 2000 دلار بدم، گفتن این 2000 دلاری میدی باید 500 دلار به ما شیطیلی بدی، به زور از من گرفتن. آقا محمد خان اومد شب چادر اونا رو دستور داد، اونا رو فرستاد بیرون، چادرشون گشت نیم پوله، گفت ببندیدشون صبح میکشمشون. منتها چون اونا نگهبان و فراش و با اونا بودن، دستاشون اونچنان که باید محکم نبستن، شبانه اومدن اینو کشتن. یعنی در اوج زمانی که به خوبی رسید، به مهربونی رسید، کشته شد. خب اونا همه جای این مقایسه کنیم، یعنی اگه شما حساب کنید زمان فرض کنید که مثلا همین آقا محمد خان قاجار یا مثلا فرض کنیم که دیگر قاجار یا مثلا زندیار حساب کنید، اون زمان در اروپا کشتار پروتستان و کاتولیک بود، کاتولیک ها پروتستان ها رو میکشتن. من یه جا خوندم که هنری چهارم خودش پروتستان بود، اما به خاطر اینکه مقامش تزلزل پیدا نکنه خودش با تفنگ تو خیابون هم پشت کاخ نشونه میگیره پروتستان ها رو میکش، فقط به خاطر اینکه دینشون دیگه بود. وقتی که همه دنیا اونجوری بوده، ما بیایم بذاریم انگوش بذاریم بگیم پادشاهان ما بد بودن، در نتیجه تاریخ خودمون رو خراب کردیم. شما وقتی که کوروش بزرگترین کسی است که همه دنیا به خوبی ازش یاد میکنن، باور کنید آقای دکتر نصر احمدی اگر کوروش آسیایی نبود و مثلا یونانی بود، حالا همه دنیا شهرها توش یه مجسمه کوروش بود و تمام اسکناس های همه دنیا عکس کوروش بود، ولی چون در مساف با یونان و به هر حال یه جوری بوده که اروپایی حساب نمیاد، بهش آنچنان که باید توجه نمیشه، ولی میبینید که بازم توجه میشه. حتی برای نوشتن قانون اساسی امریکا میرن میگن ما قوانین کوروش هم یه مطالعه بکنیم، روش چندی بار مطالعه کنیم، از اونش الهام بگیریم. بله من شنونده شما بودم. بله فضادی در برنامه پیش فرمودید من اجازه حرف زدن کسی نمیدم، من از قضا شنونده بهتری هستم تا گوینده. خب آقای من و شما برای مناظره اولا نمیدیم. بله این همه زیبایی در این قانون اساسی رو من دو کلمه نوشتم که پادشاهانی که خواستن قدرت به دست بگیرن با کشتار اومدن سر کار. شما های پادشاهی رو در تاریخ ایران میشناسید با گل سرخ، با شکلات، با لبخند اومده بگه اجازه بدید من پادشاه، پدر در آوردن، چشم در آوردن، از کله مناره ساختن، غارت کردن، کشتن یا
یارو چوپان کو بود اومده شده پادشاه، طرف نونوا بود اومده شده پادشاه، طرف رازن بود اومده شده پادشاه. خب من اینا رو می‌نویسم، دو کلمه بیشتر نمی‌نویسم که مردم بدونن انتخاب خوب بکنن. پادشاه نباید جفاگلگر باشی، پادشاه نباید مالندوز باشی، پادشاه نباید دروغگو باشی، پادشاه نباید برادر بکشی، پادشاه نباید ملت رو بکشی، پادشاه باید مهربان باشه، پادشاه باید انسان باشه، پادشاه باید جامعهش رو بشناسه، به فرهنگ مملکتش عشق بورزه، علاقه بورزه. اولا آقا من خانم تو کسی ما گفتید مطلقا در تاریخ نبود و نیست. چی؟ آمد آشپزاشو بکشه به احترام جمعه که خرافی بود و موهوم پرست بود، گفت شما رو شنبه میکشم. اون آقای آشپزها از ترس خودشون باشدن جمعه سر این بابا رو بریدن. نادر افشارم به سر عموش کشتش، آقای عادل‌شاه. شما تاریخ رو بخونید، تاریخ میرزا مهدی‌خان به گفته من اسفر آبادی، به گفته مورخین اسفر آبادی یعنی قاطر آبادی که گرگان شد. اجازه فرم ببینید، برادرزاده نادرشاه دستور داد یه سری رو مأمور کرد برن اونو بکشن، اسمش عادل‌شاه نبود. من شما اجازه نمیدین من مطلب بگم. من اولا به تایید پروفسور آندره اکون بزرگترین جامعه شناس جهان در لومد اونیورسیته نوشت، نوید بزرگترین مورخ جهان میدون اسمش نصر احمدیه. من دنبال تاریخ دیگه نرفتم چون مملکتم در بدبختی بود، نیاز به حکومت درست داشت، رفتم دنبال همین کار تخصصی. ببینید آقای دکتر نصر احمدی، شما درست میگید، من یه جمله بگم، من ببینید به همه اش اگر در تاریخ کسی منکر من بشه یعنی خودش تاریخ نخونده، یعنی کتاب تاریخ ندیده. والا ببینید من آقای دکتر ناصر انقطاع همین اخیراً ایشون آقای صمدانی بهش دکترا داده از طرف جمهوری اسلامی، یه مدرسه درست کرده آقای صمدانی، به خیلی ها دکترا داد. شما واژه دکتر رو به کسی بگید که دست دانشگاه خونده باشه، دانشگاه این گناهه، این گناه کبیره است. به هر حال ایشون محققن، زحمت میکشن تاریخ رو بررسی میکنن. محقق پیش خود، بله هر کسی میتونه پیش خودش محقق باشه، من منکر کسی نیستم. آقای شما برنامه گذاری هستید، باید آدم ها رو بشناسید. شما که اولا در مورد من اون ارزیابی رو کردید که من مدعی ادیب بودن هستم، اگر در این 36 ساله در یک کنفرانس فرهنگی من، حالا سیاسی سر جای خودش، من چون در جلسه سیاسی هرگز ننشستم هیچ وقت و فرمودید که هر جلسه میرم به هم میخوره، من تا الان که با شما گفتگو میکنم در یک جلسه سیاسی من که نفس عملی هستم ننشستم، مگر یک کسی رو مثلا محمد بهمنی باشه اسمش رو بذارم بگن آقا اینو بذاریم اسمش نصر احمدی، نخیر من نمیشستم. در کنفرانس های فرهنگی هرگز و هرگز و هرگز من پیرامون ادبیات و ادیب بودن مطلبی اگر گفتم 36 سال در رادیو تلویزیونی شما یک کلمه شو بیارید به آگاهی ملت برسون، نه آدم ها را به حسب آنچنان که هستند ارزیابی میکنند با شناخت. من مطلبی رو در این یک صفحه نوشتم که پادشاهان که وقتی بر سر کار آمدند با زور سرنیزه آمدند، همین چیزی دیگری نگفتم، با کلک آمدند، دستبندی کردن آمدند، رازانی کردن آمدند سر کار. من پادشاهان با شکلات نه عربی. ببینید آقای دکتر نصر احمدی، ببینید اولین پادشاهی که در ایران بوده آقای دیوگو و فرافرتیش اینا بودن، مردم جمع شدن گفتن ما یک نفری میخوایم بین ما قضاوت کنه که با هم دعوا نکنیم، اومدن اینا رو انتخاب کردن و اونا هم بعدن استفاده دادن، گفتن آقا کار زندگیمون موندیم، گفتن بهتون پول میدیم. این آقای دکتر زرینکوب، دکتر عبدالحسین زرینکوب کتاب روزگاران نوشته. جناب آمینوی شما تاریخ ماده دیاگونوف رو بخونید، شما آن سیکلوپدی روسیه رو بخونید. ببینید آقای دکتر نصر احمدی، اجازه بفرمایید، اجازه. نه آقا من جوابتون رو بدم، من شما بحث میکنیم حواله نمیدیم همدیگه رو، برو کتاب بخون. من در عمرم اینم کتاب خوندم، حالا چه لزوم اون کتابا رو شما میگید برم بخونم؟ خب این کتابایی که من خوندم بده، آقا کتاب روزگاران عبدالکریم زرینکوب بده. عنوان تاریخ اینجا نباید بزنید، گوش کن آقای مینوی، بله گوش کن، تاریخ دیاگونوف رو بخونید، مربوط به فقط سلسله ماد هست. و تاریخ ایران فراموش کردم، یک آقای دکتر ابوالقاسمی گمون کنم قاسمی، ایشون هم در اظهار نظر پیرامون دیاگونوف کتاب نوشته، استاد دانشگاه هم بود از قضا و تاریخ باستان هم درس میداد. و بعد تشریف بذارید کتابایی که راجع به کوروش هست در اونجا از ماد هم گفته، مثلا گزنوفان، آریستوفان و
کتاب سیروپدی، سیروپدی گیزنوفان که راجب کوروش هست، اون رو شما بخونید. ببینید آقای دکتر نصرعلی، من هیچ کتابی رو نمیرم بخونم، همون کتابایی خوندم میخونم، خودم میخونم. نمیشه که نسخه بنویسید برای این کتاب بخون این کتاب بخون. شما شنونده شما هستم، شما برنامه باشید که منم شنونده‌تون باشم. بسیار بسیار معذرت میخوام، بفرمایید. بله، وقتی آشور بنپا آمد و شکست خورد، از طرف مادها جمع شدند، آمدن اکرمی پیدا کنند، قاضی پیدا کنند. این قاضی رو بعدا اختیار بهش دادن به عنوان پادشاه، آقای دیاکو شد پادشاه ماد. یعنی بعد از اینکه آریاها از فرات شیدری و کوههای دریا و کوههای شیا و زیر دریای شیدری آمدند به دریای شیا با پوزش آمدند به فلات ایران، یعنی جنوب و جنوب غربی، 8900 سال و 1000 سالی موندن، آرام آرام قدرت گرفتن، صاحب قدرت شدن. مادها در بخش کردستان 126 سال پادشاهی گرفتن و بعد کوروش پیدا شد و پدر بزرگ خودش جنگید. پدر بزرگ، باز شنوندگان بینندگان گرامی توجه کنید، کوروش پدر بزرگش رو کشت، کوروشی که آقای مینوی گفت. آقای دکتر نصر احمدی، اون دفعه گفتید پدر بزرگش رو توی قفس گذاشت با خودش برد، حالا میگید کشتش. دارم بگم اجازه بدید، عجبی میکنید شما. پدر بزرگش رو وقتی شکست داد در کرمان بردش در یک قفسی. شما مراجعه میکنم به دربار محمد رضا شاه پهلوی که گفت کوروش بخواب با من بنوم، یعنی کوروش خواب کرد به خودش از مملکت رفت بیرون. شما همون کتاب دربار شاهنشاهی رو بخونید پیش از دشت 2500 ساله، ببینید اون کتاب فقط در مورد کوروش چی میگه. ببینید آقای دکتر نصر احمدی، برنامه من شما بر این پایه نیست که کوروش خراب کنیم. بله، ولی این پایه نیست که کوروش که مورد احترام جهانه و مورد افتخار ما هست، بیایم کوروش هی الکی بدی بگیم من خودمون در بیاریم. من هیچ جا نشیدم که شما کوروش پدر بزرگی تو قفس کوروش. آخه ببینید حرفی که میزنید، آخه این که نمیشه که، این که نمیشه ما همه افتخارات ایران از بین ببریم بگیم من نوبت من حرف بزنم. 2500 ساله و شما میشناسید فرق میکنه آقای مینوی، اجازه بدید نرس کنم. آقای دکتر نصر احمدی، اگر شما بخواید همش پادشمانی که افتخار آفرین اینانن با چیزایی که از خودتون میگید بخواید خرابشون کنید، خب این که برنامه تلویزیونی نمیشه که. عزیز من ما اومدیم در باره قانون اساسی شما صحبت کنیم. جای ملت ایران بگیم گوش کنید، مشروطه تمام شد. اصل 27 قانون مشروطه، نمیدونم اصل 27 یا اصل چندی، میگه قوا ناشی از اراده ملت است. ملتی آمد به خیابون گفت آقای محمد رضا شاه تو پادشاه خوبی هستی، پادشاه مهربان هستی، از آسمان افتادی پایین، ما تو رو نمیخواد. ایشون هم راحت اومد گفت صدای انقلاب شما را شنیدم، سر کاغذم خوند، گفت مرم از جا رفت. جسد پدرش رو یک سر جلوتر فرستاده بود پادشاهی که اینقدر بیوفایی کنه به ملتش. یک سرباز اگر در جبهه جنگ بگریزه اعدامش میکنن، اون وقت پادشاه مملکت در میره. شما میخواد تبرئه‌اش کنید، نکنید این کارو. این انصافیه. اتفاقا آقای نصر احمدی، من تبرئه‌اش رو میکنم. آخه ببینید، برای که ایشون یا باید مردم رو میکشت یا باید میرفت. انتخاب اینی کرد که من میکشت. ابدا اینطور، این حرفا چیه؟ ایشون خودش گفته اگر من برم ایران یارستان میشه، میتونست ایران ویران میشه، چرا نمود یا خودش در مجلس بره بگه اون سرباز منو بکش که من در خاکم بمیرم؟ چرا جسد پدرش رو برمی‌داره می‌فرسته قاهره یه سال جلوتر؟ تمام اموال و اساسی زندگیش رو با هواپیمای باربری، حتی فرمانده ارتشش رو شما نمی‌دونید، آقای ویشی 5 ماه و 7 روز جلو 27 روز جلوتر با دو هواپیمای باربری ارتش فرستاد پاریس، تمام اسباب و خونه‌شو، تمام ثروتمندان مملکت رو گفت از مملکت برید بیرون که مملکت ایرانستان میشه. شما مگر باید این چیز روشن بدیهی رو 36 سال پیش بوده دیدین دیگه؟ من خودم جوانکی بودم اینا رو که دیدم، ملتم دیده. شما مگه میتونید سگ محمد رضا شاه رو در تیارش فراموش کنید؟ گذراش کرد زندان، کفر زد سرش رفت. سرباز اگر این کار بکنه 10 بار که باروش میکنن. پادشاه فرموده کل قواست. خب حالا از دمید من بگم که ملت آمدن گفتن ارتش به این دیگه غیرتی هرگز ندیده ملتی، ارتش بدبخت میخواست دفاع کنه ولی وقت دیدید فرمونده رفته تسلیم شد. آقای دکتر نصر احمدی، نوبت من شده یا نشده؟ بله نوبت من شد جواب مطالبتون رو بگم. اصلا نوبت دیالوگ که نیست که پرسش چیز مناظره. آقای نصر احمدی، ما اینجا نه این برنامه رو نذاشتیم که همه چیز ایران رو خراب کنیم. همه چی آقا، همه شما این اون پروس پلو توی جلوی تیزه. شما نه
شما سوال آخر هم میذارید آخر سر خودافزایی میکنید و مردم درگیجی میذارید. این کار رو نکنید آقای مینوی، این دور از اخلاق و دور از انصافه. من نمیم منظورتون چیه؟ من منظورتون نمیکنم. شما میزبان هستید، من مهمانم. آقای دکتر نصر احمدی شما میزبانید، مهمان هستید. اما اگه بنا باشه به در جد من فوش بدید چه جور مهمانی هستید؟ اجازه بدید اگر بنا شد که من نادان باشم از من دعوت نمی‌کنید. شما به عنوان داننده از من ما از دانش شما در قانون میخوایم استفاده کنیم، نه اینکه از کینه ای که شما بر حسب به پدر بزرگی از پهلوی ها دارید. سراسر مهر و عشق. من گفتم پادشاهان با این کیفیت در سر کار آمدن. همین دین اگر ببینید آقای دکتر نصر احمدی شما اجازه بدید حالا دیگه من بگم. شما گفتید که به من از من پرسیدید آیا هیچ پادشاهی شده که با گل بیاد پادشاه بشه. من درس کردم خدمتتون، گفتم آقا کتاب روزگاران، کتاب آقای عبدالحسین زرینکوب استاد دانشگاه تاریخ نویس که همه قبولش دارم، اگرم اینه که میگید تو برو کتاب فلان رو بخون، آقای دکتر نصر احمدی عزیز من نه وقت دارم نه پول دارم نه اطلاعات دارم که برم کتاب آنسیکلوپدی شوروی و نمیدونم فلان رو بخونم. من در مورد تاریخ ایران شاید در زندگیم 100 کتاب خوندم و هر روزم دارم میخونم. حالا به من نسخه ندید که برو اون کتابی که من میگم بخون. چرا این کتابی که من خوندم آقای عبدالحسین زرینکوب نوشته، چرا شما این کتاب رو قبول نمی کنید؟ میگه آقا اومدن ماتا یه نفر رو انتخاب کردن که بینشون قاضی بشه، التماس کردن آقا خواهش میکنیم شما بیا قاضی بشو. اون طرف اومد یه مدت قاضی شد، دید از کار زندگیش وامونده، گفت من نمیشم. بهش گفتن آقا پول میدیم بهت، نگهبان میدیم. من پایه پادشاهی شد. هیچ پادشاهی تنهایی که نمیتونه پادشاه بشه، که باید یه بخشی از مردم کمکش کنن. اون شخص رو اون افراد ازش خواهش کردن بیاد پادشاه بشه. حالا شما میگید که گفتید هیچ پادشاهی بدون خونریزی نشد، اون شد. آقای محمد رضا شاه من براتون یه چیزی بگم، فقط یه چیزی بگم شما رو یه ذره انصاف داشته باشید. ببینید آقای پرویز نیکخواه یک کسی بود که یک عملیات تروریستی کاخ مرمر رو ترتیب داد که به جان شاه حمله کردن و نگهبانای شاه کشته شدن و شاه فرار کرد پشت میز قایم شد فلان شد فلان شد. بعد شنید که این کسی که این برنامه رو ترتیب داده یک آقایی به نام پرویز نیکخواه که جوان دانش آموخته و تحصیل کرده و بسیار آدم خوبیه، دعوتش کرد توی کاخ. آقای محمد رضا شاه با آقای نیکخواه توی یک اتاق نشستن، کسی ندیده اون تو چی بوده، نه آقای نیکخواه دستبند داشته نه آقای محمد رضا شاه اسلحه داشته. با هم صحبت کردن، وقتی اومد بیرون دیدن آقای نیکخواه داره اشک میریزه. بعد یکی از بهترین مقامای مملکتی رو به آقای نیکخواه داد، گفت من دلم نیومد یک جوون دانش آموخته‌ای کشته بشه. و اگر بارها هم اون خانم شکوه میرزادگی جزو اون گروهی بود که اون زمان شکوه فرهنگ بود، بعدن عوض کرد شوهرش، نمیدونم چجور شد شوهر نامه شو. اون زمان شکوه فرهنگ میگفتن، این جزو اونایی بود که اومده بود که مثلا توطئه کنه بر علیه ولیعهد. شاه همه اونایی که بر علیه جانش اقدام میکنن اونا رو میبخشید. شاه وقتی دید مردم این همه برایش مردم زحمت کشیده، جونش گذاشته برای مردم، سلامتش گذاشته برای مردم، وقتی قدر ناشناسی میکنن نمیخونش، گفت من میرم. این کار خوبی بود کرد. آقای مینوی بله. من که اولا از مهربانی محمد رضا شاه صدها بار گفتم بعد از اسلام اگر بنا شد پنج پادشاه مهربان پیدا کنیم، اولی علتیشون نیست چون مظفرالدین شاه مهربان تر بود، یکی از اون پنج نفر محمد رضا شاه است. این جمله من هست از 12 سال پیش به این طرف در رادیو و تلویزیون ها که 57 رادیو و 9 تلویزیون من برنامه داشتم پیوسته این مطلب رو گفتم. من گفتارم در این فصل پادشاهی رایستانی و جمهوری رایستانی آمدم گفتم سردودمان با قتل و خونریزی و جنگ بر سر کار میاد. من نگفتم که با شکلات و نامهربانی، گفتم با خشونت، با بیرحمی، با کشتن. چنگیز با کشتن میاد 230 سال حکومت میکنه، تیمور لنگ 220 سال خاندانش حکومت کردن بر ایران، اسکندرها و نارها ساختن. میخواد جبرش بکنید شما محمود غزنوی با توجه به اینکه خیلی آرام تر از اینها بود اصلا قابل مقایسه نیست. شما
آقای دکتر نصر احمدی، من خواهش میکنم بر مسیر گفتار رو عوض کنید. اگه شما بخواید پدر جد منو پوچ بدید اینجا نمیشه. شما درباره قانون اساسی صحبت کنید. آقای مینوی، شاه اسماعیل سفری 20,000 آدم در یک ماه یه بچه 13 ساله در تبریز گردن میزنه. من سردودمانا رو گفتم. آقای نصر احمدی، این الان این برنامه تلویزیونی برنامه این نیست که بیایم پادشاه ها رو یواش یواش همه رو خراب کنیم. ببینید، مگر شما فکر میکنید که من باز تکرار میکنم، مگر در روم نمیداختن آدم ها رو جلو شیرا، نمیداختن آدم ها رو نمیداشتن میکنن؟ آقا اون زمان اونطوری بود، وایکینگ ها آدم خوش بودن، سویدی ها با اونا افتخار میکنن. قدر قدرت باشه، ما اصلا ملت که دیکتاتور باید نبذیره، ما که دیکتاتوری سر کار داریم. اگر بناشد این دیکتاتور ببریم، این دیکتاتور دیگه به جاش بذاریم. آقای دکتر نصر احمدی، من یه سوال از شما میکنم. انتخاب اصلاح بکنیم. یک سوال از شما میکنم. با یک روش درست، با یک نظام درست، با یک قانون انسانی. یه سوال میکنم، برگردیم به قانون اساسی. قانون اساسی رو که از گل هم نرم تر نوشته شده، من فقط در این فصل گفتم پادشاهان در تاریخ گذشته ما با این ویژگی ها بر سر کار آمدن، آدم کشتن تا به قدرت رسیدن. شما نمیتونید شاه اسماعیل سفری رو 20,000 آدم در تبریز گردن. آقای دکتر نصر احمدی، من یه سوال از شما میکنم درباره قانون اساسی. بله، یه سوال درباره همین کتاب قانون اساسی که شما نوشتید از شما میپرسم. بله بگوشم. شما نوشتید که دوران پادشاهی، کسی که برای پادشاهی انتخاب میشه 8 ساله و 2 دوره میشه انتخاب بشه. منظورتون چیه؟ نه 2 دوره، آره، یعنی 16 سال، یعنی پادشاه میگرد 16 سال. اگه پادشاه هار شد، دیوانه شد، قرص زیاد خورد و معتاد شد و گیج شد، اونم بپذیریم باشه تا آخر عمر. 100% نباید بپذیریم. 100% نباید بپذیریم. در ایران همیشه همینطور بوده. وقتی پادشاه آفرین بر شما که من در تاریخ گفتم نه آفرین بر شما، ولی در این قضیه میگم آفرین بر جناب پرویز مینویی. اگر کسی کار خوب بکنه ملت باید دوستش داشته باشه. ملت نه، ببینید این کنه. ببینید شما آقای نصر احمدی جواب من نمیدید، میرید چیزای دیگه میگید. من شما در گفتنتون، در گفتارتون، در دفعات پیش گفتید من قانون اساسی جای دیگه رو خوندم. این 2 دوره 8 ساله را کجا در آورید؟ مطابق کدوم کشوره؟ ما اگر شما بهتر میدونید یا اون نویسندگان قانون در فرانسه و بلژیک و فنلاند و سوئد و نروژ و انگلستان، شما از همه اونا بهتر میدونید، فهمیدید که بادشاهی باید 8 سال باشه؟ اجازه بدید آقای مینوی، شما منو به سلابه نکشید. وقتی حکومت جناسی به من یاد دادن و شیوه قانون گذاری گفتن در شیوه حکومت شناسی حکومتی مناسبه که مناسب ایدئال مردم باشه و بتونه به کارش ادامه بده. اگر مناسب نباشه باید اینقدر در ذهن مردم دموکراسی خواهی باشه و جلوه‌گر بشه که بتونن دیکتاتور رو به زیر بکشن. اگر یک پادشاه دیکتاتور شد، شما آقای مروری جوابگو هستید، میخواید برای خانم اصلا شما که در این قانون اساسی که پادشاه کاری نیست که چرا 12 امام روسیه؟ عزیز من، شما که نمیشید پادشاه سمبل همبستگیه. من بگید آقای مروری، شما به این حرف میزنید، حرف من به گوش نمیرسه. اجازه بدید جمله من هم تمام بشه. بله، خودم یک دیالکتیسیان هستم آقای مروری. دشمنان تایید میکنن که شما منو به سلابه نکشید، چون الان اکو میشه، حرف میزنید حرف تداخل پیدا میکنه. شما امام زمان و امامان و 12 امام رو ناراحت هستید که چرا موروثی بودن. اون رو باید به پهلوی که میرسه حتما اصرار دارید موروثیش بکنید. کی من این حرف زدم؟ فرنگی؟ نه، اصلا من این حرف زدم نمیدم برمان یک تشکیل کرده. نه، من نمره اخلاقیات اجتماعی به این خانواده نمیدم، مخصوصا آقای شاهزاده که صبح شهروند حقوق نافرمانی مدنی تصمیم مشروط خواهد، پس فرداش پارلمانی، پس فرداش جمهوری خواهد. ببینید آقای این دکتر نصر احمدی، شما همه اونایی که برای مردم عزیزن شما همه رو میخواید دونه دونه خراب کنید. آخه این که برنامه نمیشه که، این که این برنامه خراب کردنه. شما بگید آقا ما اومدیم اینجا همه افتخارات ملت ایران رو همه رو خراب کنید، شما به پدر مادر من فحش بدید. این که نمیشه که، این که افتخاری که بند سر رو دست بدن به بگیر موسوی گناه نکردی زندان موسوی حداقل 7,000 ایرانی رو زیر ورقش امضا کرده به عنوان قتل، شما دبرهش میکنید. پس شما شریک قتلید؟ پس شما
آقای دکتر نصر احمدی شما جواب نمیدید میرید یه جای دیگه. من میگم شما از کدوم قانون کدوم کشور در آوردید پادشاه 8 سال دورش؟ ابدا شما این اجازه را از ملت نگرفتید. تبریک کرده های موسوی آقای نصر احمدی من سوال میکنم شما یه چیز دیگه میگید. شما مثل که اومدید به یک ادعی خراب کنید و من هر سوالی بکنم شما باز میگید اونا رو خراب میکنید. من ادعی خراب نکردم، من کسی رو خراب نکردم. شما اصرار دارید یک نفر موجه کنید. من اصلا درباره کسی حرف نمیزنم، من میگم شما، من درباره کتاب شما میگم. من میگم شما از کجا در آوردید 8 سال پادشاهی؟ اینو به من بگید. شما که میگید من کشورهای اروپایی رو خوندم، این از کجا در اومده؟ تو شیفته ذهن خودتون برای پرسش بعدی هستید، توجه به حرفای من نمیکنید. نه ببینید، من توجه به فرمایشات شما میکنم، ولی وقتی که شما از این فرصت استفاده میکنید میگید داریوش خر بود و فلان بود و اون کوروش اونجوری بود و فلان بود، خب معلومه من ناراحت میشم. مثل که داری پدر منو فوش میدید. خب گناه نکردید، شما چون نخوندید نمیدونید، حق دارید. توجه کنید. آقا من اینمه که به شما میگم، شما چجوری میگید؟ شما میگید نادر رو عادل شاه کرد، من میگم این دروغه. نه عادل شاه پسر عموش عزیز من، خب تاریخ نمیخونید، گناه من چیه؟ من خوندم، من میدونم نادر شاه به توطئه برادرزادهش که اسمش هم عادل شاه نبود، الان اسمش یادم نیست، برادرزادهش که اسمش عادل شاه نه نمیدونم، محمد قلی همچه نامی بود. اجازه بدید، سه نفر بودن پسر عموشون شبانه ریختن به چادر نادر 63 سالش بود و در خواب بود، بهش حمله کردن، نادر از قضا یه نفرش رو زخمی کرد و کشت، اما دو نفر دیگه سر نادر رو بریدند. سر نادر رو این درست، ولی عادل شاه تو این قضیه نبود. نه مش کنید، حالا ظالم شاه سه نفر از پسر نه پس بودن. اطلاعات تاریخی شما همچین زیاد محکم نیست آقای دکتر، تو فقط ادعا میکنی. آقای مینوی چگونگی کشتن با تبر یا با تیز یا با داشت نیست. نادر چون در حال اینها تصمیم گرفته بودند نادر رو بکشند، دفتر نادر رو کشند. ولی نادر آدم مهربانی اگر کسی باشه، یعنی ظلم به بشریت میکنه، یعنی خلاف اخلاق انسانی هست، یعنی دشمن انسانه. حالا میخواد هرکی باشه، آقای دکتر نصر احمدی، وایکینگ ها غارت میکردن، مورد افتخار سوئدی ها هستن. آقای نصر احمدی شما ببینید، به جایی که درباره کتاب قانون اساسی خودتون که روشید پاسخگو باشید، شما اومدید اینجا درباره قانون اساسی صحبت کنید، شروع میکنید نادرشاه دوز بود، نادرشاه آدمکش بود، نادرشاه جبار بود. آقا همه پادشاه اینطوری بودن در اون زمان. کدوم پادشاه کدوم کشور مهربون بود؟ دنبال یه آدم دیوانه مثل نادر این چه حرفی؟ آقای دینی قرن بیشتی کنم انسان بدبخت زحمت کشیده. آقای دکتر نصر احمدی ببینید چرا سفسطه می کنید، چرا از موضوع خارج می شید؟ شما میگید من قانونای کشورها رو خوندم، من میگم از کجا 8 سال پادشاهی رو از کجا در آوردید؟ بار رک ساعت اول که 13 دقیقه اول صحبت کردید، آمدید از سوئد و آشپزخونه‌اش و خطاکاری‌هاش گفتید و بعد بلافاصله تعلیمش دادید به من که این شیعه های نصر احمدی درست نیست که شما بگویید این پادشاه بد است، آن پادشاه بد است. آره بازم میگم وقتی که در آن زمان همه پادشاه ها در تمام دنیا اینجوری بودن، این شیوه پادشاهی بود. من نگفتم تمام، ببینید واژه تمام واژه رو میذارید در ذهن مردم، این کارو نکنید آقای مینوی. من نگفتم، ببینید علی محمد رضا شاه را من اصلا نمیگم شما گفتی تمام، من میگم پادشاه آقای دکتر نصر احمدی، آقای نورون امپراتور روم آتیش زد، بعد گیتار زد، بعد گریه کرد، اشکاشو تو یه دونه چیزی جمع میکرد که نگه داره. خب اون که دیوانه بود که آتش کشید بابت پشمش، بله این معروفه. این چه ارتباطی به ما داره؟ شما ارتباطش به اینی که اون زمان همه اینطوری بودن، اون زمان دموکراسی اصلا معنی نداشت، کسی نمیشناخت دموکراسی رو. آقای مینی الان که در روم که ظالم که نمیخوایم بداریم ارسیش بکنیم، نه عزیز دل آن چرا آخه چرا شما به من فرصت نمیدید؟ من که گفتم ارسی؟ من به نظر من پادشاه باید انتخابی باشه. نظر شخصی؟ آره نظر شخصیمه میگم، ولی هر وقت مردم احساس کردن که پادشاه مناسب نیست، میتونن مردم پادشاه رو مستقیما با رأی خودشون کنار بذارن. ولی این مردم هم که میتونن، تاریخ هم نداره 8 سال،
هر وقت احساس کردن پادشاه از خط خارج شده غیر از اون، همونطور رئیس جمهور هم باید میتونن. شما چرا این امر بر پادشاه گذید؟ پادشاه که خودتون نمیشید سمبولیکه که، کاره این نیست که. چرا رئیس جمهور رو نمیگید؟ شما چرا رئیس جمهوری رو نمیخونید؟ خب رئیس جمهور من نوشتم. نه این نه نخونم، نه در سال خطا کاری کرد درست بود دیگه، انتخاب نمیتونه بشه به اخراج میشه. اگرم وسط کارش تخلف بکنه، زیانکاری فرهنگی به بار بیاره، در پیشگاه ملت رسوا بشه و از کارش بیرون میره. با اون لغتای زشتی که در مورد پادشاه به کار بردید، در مورد رئیس جمهور به کار نبردید. جمهوری نمیخونید شما، همونی که من گفتم سلسله پادشاهان با شمشیر آمدن سر کار، اونو گرفتید. خب معلومه پادشاهان ایران با شمشیر آمدن سر کار، با کرک اومدن سر کار. آقای نصرالدین سوال من ساده است، میگم شما این 8 سالو از کجا آوردید؟ از تاریخ آوردم. از تاریخ که شما میخواید برای آینده بنویسید، برای گذشته که نمینویسید که. شما اگر به پدر من فوش بدین من عصبانی میشم آقای نصر احمدی. نه نه کوروش پدر منه. فرمایید آقای مینوی، عرض میکنم از داده های تاریخی که بعد می آید، مثلا شما تاریخ بر عراق راجع به زن تقریبا به خوبی یاد کرده. من از اونها زیاد انتقادی نمی کنم، اونا خوبه، من خوب تاریخ خوب گفته. اما وقتی شاه صفی و تبارشون میخونم و میبینم شاه عباس ببینید آقای نصر احمدی، شما دوباره رفتید همون قضیه، دوباره رفتید بدی شاهان ایران رو گفتن. چه شما بدی شاهان فرانسه رو نمیگید؟ شما براتون اینقدر وابسته به شاه شدید؟ نه 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 نه. ببینید آقای نصر احمدی، من میگم اون زمان اونجوری بوده. شما چرا پادشاهان فرانسه نمیگید؟ شما من شلوغش میکنم. شما ببینید، باز میگم کوروش پدر منه. اگه شما به پدر من فوش بدید من عصبانی میشم. شما از پادشاهان فرانسه بگید، شما که تو فرانسه بودید بگید. هاش بخواد چیز بدید. شما اول بار یادتون هست به من گفتید شما آدم برخاشجوی هستید، هر جلسه بیدید به هم میخوره. گفتن آقا نیمی، اگر منظورتون من هستم که با شما گفته اونی کنه، من به عمرم در یه جلسه سیاسی تا حالا پا نذاشتم. پس شما این داوریتون چرا غرض آلوده؟ ببینید همین آقای دکتر نصر احمدی، همین الان دارید اشتباه میکنید، الان دارید اشتباه میکنید. اون حرفا رو یک نامه ای از یکی بینندگان اومده بود، من تیکاهاشو براتون خوندم. اصلا اون نامه هم هیچ کس به شما فوش نداده بود، شما 10 بار فوش دادید. ده بار به اون آدم فوش دادید، در حالی که اون آدم یک کلمه حرف بد به شما نگفته بود. تو بازم حرفشو میزنی، در حال من صداشو میشنوم. شنوندگان و بینندگان شما تشخیص میدن که اون صدا مهر درش هست و خشم درش هست یا غرض درش هست. نه این کارو نکنید آقای مینی. آقای نصر احمدی، یه بیننده داریم ببینیم. سوال میکنید منتظر پاسخ ایشون باشی. شما پاسخ نشده رو دوباره سوال مطرح میکنید و نظر شخصی خودتون میدید و نظر شما کاملا شخصی هست. متاسفانه نظر اجتماعی سیاسی قانونی نیست با کمال تاسف. آقای دکتر نصر احمدی، یه بیننده داریم، میخواید جوابشون رو بدید یا نه؟ برای خوشبختی اون ملت بدون جهت‌گیری سیاسی، من فقط در مورد پادشاهان و گذشته. آقا این همه پادشاه ایران رو فوش میدین میگید بدون جهت‌گیری سیاسی؟ عجب بابا شما آدمی هستید. شما توجه نمی‌کنید آقا، این اجازه. آقا یه بیننده رو خط، میخواید جواب بدید یا بگم نه جواب نمیدم؟ نگفتم اجازه رو ندارم برای فرانسه قانون اساسی بنویسم. تازه نه من میگم در پادشاهان فرانسه بگید، مقایسه کنید، بگید پادشاه فرانسه با پادشاه ایران. من اینطور نیست. شما چرا قیاس به نفس میکنید؟ شما خود پیش داوری میکنید. من گفتم سلسله های پادشاهی با خونریزی و پشتار بر. من به شما گفتم آقای دیاگو با این جوری که شما میگید پیش نیومد. آقا چشیدید به دیاگو؟ آره. اون وقت این میشه. من توجه نمیکنم. آقای نوری، آقای نوری، ایشون جنگیده، با جنگیدن ملت انتخابش کرد به عنوان حکم. آقا من کتاب دارم، کتاب استاد دانشگاه میگه آقا مردم اومدن گفتن ما یه قاضی میخوان، تو بیا قاضی ما بشو. همین از خود من دارم میگم، من که دارم میگم، میگم خود دیاگونوف قانونو نمینیشه، تاریخ ماد هم اینو نمینیشه، به آنسیکلوپدی روسی هم اینو نمینیشه و حتی در سیروپیدی. حالا آقای نصر احمدی اگر موافق باشید به این بیننده جواب بدیم که یکم جو عوض بشه. سند باید بر اساس نوشته باشه. نوشته چیزی که به زمان حادثه نزدیک‌تره، اون معتبرترینه. شما نمیتونید کوروش رو از بعد از جشن‌های 2500 سال بررسی کنید. کوروش باید بر اساس نوشته پیش از 2400 سال پیش بررسی کنید.
نه بر اساس جشن های 2015 آقای نصر احمدی، این بیننده رو بگم جواب نمیدن یا بگم جواب میدید؟ من که به گوش هستم آقای اینگونی. بله الو نصر احمدی، آقای دکتر نصر احمدی خواهید آقای امیدوار تماس بگیرن، یک برنامه یک ساعت دو ساعته هر چقدر که بخوان به مسئولیت من با تضمین من آقای امیدوار به ایشون برنامه خواهند داد، یک برنامه ای که آقای امیدوار صحبت کنن اگر ایشون موافق. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم آقای توکلی. داوری تو بسیار منصفانه بود، بی‌طرفانه بود، بی‌جهت، بی‌نظر، بی‌غرض. دریافتید که از دانسته‌های من باید استفاده بشه، داوری رو ازتون ممنونم. بی‌نهایت سپاسگزارم، به موقع هم گفتیم. خیلی خوب، بهتر این است که من این قانون اساسی انسانی رو که برای اخلاقیات بدیشه، به ویژه اخلاقیات و رستگاری ملت نوشتم، واگذار کنم به سرنوشت شده خود ملت و از طرف برنامه‌ای که فرمودید در ایتو، اینکه دو ساعت از سوی آقای امیدوار از آقای پرویز مینوی خداحافظی میکنم. از بینندگان و شنوندگان گرامی پوزش میخوام، من برای توضیح و تفسیر و تبیین این قانون اساسی پارلمانی آمدم، نه برای جدل و نه برای به کرسی نشوندن ظلم و ستم و اتحاف. نهایت سپاسگزارم. مرسی آقای دکتر نصر احمدی. تشکر میکنم از جناب امیدوار ارجمند. خوب شد که شما شنونده بودید و حتما به داوری نشستید. ایمان معمولا اگر حتی آدم مناسب هم نباشه قابل تحمل هست، بدیشه در فرهنگ ما ایرانیان. شاد باشید، آرزو شادی میکنم، بدیشه برای پیشرفت تلویزیون ایتو و سمیمانی این تندارو دارم. بارها و بارها در خیاب شما من گفتم آقای امیدوار آدم صادقی هستند، کوشش دارن آن چیز بدی و کاستی هست دوباره تکرار نشه، چه در مناسبات دینی، چه در مناسبات اجتماعی، چه در مناسبات سیاسی. اما چون من حرمت‌گزار اخلاق اجتماعی هستم، مردم دینی رو پذیرفتن، کوشش میکنم این دین در حکومت و سیاست راه پیدا نکنه، به اخلاق شخصی افراد مربوط باشه. جناب امیدوار، من بارها عنوان کردم، خودم به چشمم دیدم آقای ژاک شیراک رو دو بار در کلیسا با همسر و تنها دخترش خودم دیدم و اون کشور هم سوسیالیست هست. بنابراین ایثار به دین خود، موسی به دین خود، یا به گفته خواجه عبدالله انصاری، هر کسی و کار خویش، هر کسی و دار خویش. برای راهبردی جامعه ما یک حکومت سالم میخواییم، اولا لایق، دوم بدین سکولار هم باشد و حکومت بر مدار پارلمانی بچرخد. امیدوارم نظام پارلمانی که مناسب ترین هست، چه پادشاهی باشه من حرفی ندارم، چه جمهوری باشه من حرفی ندارم، اگر اون مؤسسان یکم یا به گفته من خبرگان یا خبرگان گرد و درسته، وقتی انتخاب کرد من هم تسلیم هستم، مطیع و منکار. آقای نصر احمدی یه ده دقیقه وقت دارید هنوز، شما چطور قرد کردید یعنی؟ نه من با برای قانون اساسی به جدل نیامدم جناب آقای مینوی. اگر مناظره تاریخی هست بله، امریش تلاحیده یا مناظره ادبی، فرهنگی، هنری، اما برای قانون اساسی من اصلا به میدان جدل و جنگ و قهر و مناقشه و ارغند به گفته خودم در زبان فارسی سرح نیامدم. نه من از روز نخست شرط کردم اصلا من نمیخوام وارد قضایای سیاسی بشم، برای این اصلا یه راهکاری برای اون ملت دربند، ملتی که 140 سال آرزو یک قانون اساسی درست داره و 112 سال از بود دو قانون اساسی ظالمانه و ستمگرانش به نام قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی در رنج. به هر حال یک کسی باید یک کاری بکنه، یک کسی پا پیش بذاره و من آمدم این گامو گذاشتم. امیدوارم میهن دوستان، آزادی خواهان، طرفداران دموکراسی در این کار همراهی بکنن. آقای دکتر نصر احمدی عزیز، جدل به این کار نیامدم. مگه شما این کتاب نوشتید؟ یعنی کسی حق نداره ازتون سوال بکنه؟ عصبانی میشین سوال بکنه؟ فراوان چرا نه، من عرض کردم پادشاهان سردودمان با سرم و صدم آمده، با جنگ آمده. آقا ما شما در باید کسی نیامده، هم چیزی نبوده. و بعد از مهربانی شاه گفتم، از بخشش گفتم، از گذشتش گفتم، با
اونجا نماد سمبولی که یعنی عالی‌ترین شکل اخلاقیات اجتماعی. آقای دکتر نصرالدین، من یه سوال کوچیک از شما پرسیدم، شما این همه صحبت کردید ولی اون سوال کوچیک من جواب ندید. میگم این 8 سال دوره پادشاهی را کجا آوردید؟ همین بازم توجه نمی‌فرمایید. از وقتتون گذشته مدار نگذشته. امیدوارم این صد به خر بدید برای یک دقیقه شنونده من باشید. حتما، من دو دقیقه گوشیدم. وقتی به عنوان دانش آموز به هم یاد بودن دانشجو شیوه حکومت مداری چه هست و دموکراسی چه هست، دموکراسی میگوید باید آنچنان ذهن جامعه آماده باشد تا ستمگر رو به زیر بکشه، و چون انسان ها کامل نیستند تابع فرایندی از هیجانات اجتماعی، اخلاقیات اجتماعی، تنش‌ها و مناسبات اجتماعی هستند، ممکن است فرمان روا به راه ظلم و ستم برود، بهتر است که جامعه بتواند اون فرمان روای ظالم رو به زیر بکشد. آقا صد درصد من با فرمای شما موافقم. برای یک انسان متعادل، متعارف و خیرخواه 16 سال خیلی خوبه، عمر زیادیه. چرا؟ چون رئیس جمهور کمتر کردیم، رئیس جمهور رو گفتیم 10 سال، پادشاه رو گفتیم 16 سال. به همین مناسبت با توجه به حرمت اجتماعی جامعه و هنجار اجتماعی و فرهنگ ایران و تاریخ ایران و سنت ایران، پادشاهی رو طولانی تر گفتیم. آقای دکتر نصرالدین، سوال من اینه، ببینید، من میگم شما که میگین من تاریخ‌های از قانون اساسی کشور مختلف خوندم، من میگم این 8 سال، خب شما از کجا آوردید؟ بلژیک اینطوریه، نروژ اینطوریه، سوئد اینطوریه، انگلستان 50 سالگی چه جشن گرفته؟ 50 سال سلطنتشو. جناب آقای مینوید، اون وقت مؤسسان آینده میتونه بالا و پایینش بکنه. آیه آسمانی نیست. ممکنه اصلا بگه آقا بیخود، شما چرا گفتید 16 سال؟ نه خیر، 7 ساله. مثل جمهوره. ممکنه، من نمیدونم، ممکنه مؤسسان آینده طولانی ترش بکنه. آیه آسمانی نیست. یک زمان فرضی را من برای این کار پیش بینی کردم که قدرت جامعه افزون باشه، یعنی قدرت بین آحاد ملت تقسیم بشه و بتونه پادشاه ستمگر رو به زیر بیاره، انقلاب نکنه. چون انقلاب ببینید، توی قانون اساسی شما پادشاه سمبولیک، خودتون گفتید کاره این نیست پادشاه سمبولیکه، اما فرهنگ ما هنوز اون آمادگی سمبولیک بودن رو نداره. من یه زمانی در تلویزیون پارس میگفتم پادشاه ژاپن رو ببینید، هرگز پادشاهان ژاپن در طی 2145 سال حکومت همین خاندان هیروهیتو پدر بزرگ شینیکادو که روسیه رو در از این آماد گرفت، همین پادشاهان هرگز از کشور بیرون نیامدن. به یک دلیل میگویند مبادا ریه ما از هوای بیرون از ژاپن پر بشه. یه خانمی به من اعتراض کرد، به آقای دکتر احمدی، شما مثل اینکه از کتاب بیرون نمیاد، پادشاهان ایران مگه پادشاه ما مگه پادشاه ژاپن هستن؟ پادشاهان ایران خیلیش درست بودن، خیلیش آدمکش بودن، خیلیش خونخوار. آقا همه حرف شما اینه که پادشاه ایران آدمکش بوده. آخه این که آقای این که پژوهش نیست که، این که دانشمند نیست که. شما چه دور دانشمندی جز این که بگی پادشاه آدمکش بوده حرف دیگه بلد نیستی؟ نه، من که خب در میافتم پادشاه آدم کشه. من فکر میکردم به روال پارلمانی متعادل خواهد شد. این از که آمدم بین رو گرفتم با توجه به ارزش های تاریخی و سنت و حرمت اجتماعی که پادشاه در ایران تقریبا مقدسه و حتی واژه فره ایزدی رو برای پادشاه در خود قانون اساسی مشروط آوردن به قلم محمد علی شاه ولی عهد اون زمان 29 ساله، اما چون پادشاهان عبور میکنند از روششون و به راه ظلم و ستمگری میرن، من یه راه مفری برای اون ملت بدبخت در بند فلک زده ظلم دیده باز کردم که راهی باشه اگر پادشاه به راه ستم بره بزیر بیارنش. همین غرضی نداشتم در این کار. من که وقتی عنوان میکنم پادشاه پارلمانی باشد، یعنی اگر مؤسسان یکم رأی داد به پادشاه پارلمانی، من هم اون پادشاه را بگویم اعلی حضرت. بله. بنابراین من تابعی هستم. شما همه این یک ساعت که من این سوالمو تکرار کردم یک جمله منطقی گفتید این پیشنهاد مجلس مؤسسان یا خبرگان به قول خودتون میتونه کم و زیادش، خب اینو من پذیرفتم. بله، بسیار بسیار متشکرم آقای دکتر نصرالدین. من خواهش میکنم، من احترام شما رو دارم، شما علاوه دانش و علم و مدرک و اینا خیلی بالاتری دارید، ولی خواهش میکنم
ببینید هر پادشاهی خوبیای هر انسانی که خوبیایی داره یه بدیایی داره. اگر زربین برداریم فقط بدیای افراد ببینیم همه بدن. خواهش می‌کنم اینجوری نباشه. یعنی ادامه برنامه در جلسات بعد این نباشه که اون آدم کش اون کله بریده فلان. پایان برنامه عرض کنم اگر پادشاهی شما مهربان دیدید به لحاظ شخص خودش بوده، نه به لحاظ قانون و فرایندی در پیش پادشاه گذاشتن. سلطان سنجر در جوانی ظالم بود، ولی تقریبا از سن 40 سالگی که 40 سال پادشاهی کرد بسیار عادل شد. اون زمان ستمگریش یک پیرزنی جلوش رو گرفت. اون شعر معروف پیرزنی رو دامن سنجر گرفت. چون ملک آزر رو تو کم دیدم، از تو همه ساله ستم دیدم. شحنه مست آمده در کوی من، زد لگه چند برا روی من. گفت فلان نیم شب ای کوش پشت، بر سر کوی تو فلان را چه کشت؟ خانه من جوست که خون و میگه بگردید اون پاسبون رو پیدا کنید، پدرش رو در بیارید و از این پیرزن دلجویی کنید، مال و منال بهش بدید، زخمهاش رو خوب بکنید. خب اگر شخصی باشه، ما که دنبال اخلاقیات فردی فرد نیستیم، ما برای این هستیم در روش خوب، در نظام سالم، در روش دموکراسی خواهی، ترقی خواهی، بنا به حرمت اجتماعی تاریخ و سنت ملیمون پادشاه انتخاب بکنیم، آنچنان که محترم باشه، کار خطا نکنیم. اما اگر کار خطا بکنیم، وسیلی باید فراهم بکنیم که بتونیم خطاکار به زیر بکشیم. این تیکش درسته، این تیکش درسته. باید مردم حق داشته باشن که پادشاه رو که همونطوری که انتخاب کردن به پادشاهی عزلشن بکنن. هر انتخابی یک عزلم داره. همین قانون اساسی. جناب امین استدعا میکنم یک روز که شده دو روز بیشتر وقت نمیبره از فیزیک و شیمی و علوم زیست و بیرون بیاید کاملا بپردازید به این قانون اساسی. ببینید شعرگونه هست، اصلا موسیقیه، یعنی موسیقیه، اینقدر روان و راحت و مردمیه. من یادم افتاد که ما تو ترکیه بودیم، یک بچه های ما با بچه های همسایه بازی میکنن، مادر بزرگم گفت ترکی که خیلی آسونه، چرا یاد نمیگیرید شما؟ شما حالا میگید کتاب من موسیقیه. من اون کسو نداشتم، یا شما را به عنوان کارگزار معرفی نه نه و خدای ناکرده هندوانی که زیر بغل شما نذاشتم، نه نه. من با توجه به حساسیت هایی که دارید بر سر عمومی هم که من میفهمم و درک میکنم و این حس رو نسبت به شما پیدا کردم، من استدامه این که یک بار این قانون اساسی رو بخونید. حتما. از اون که پادشاهان با ستمگری آمدن سر کار. آره دیگه اجرای بر برنامه‌مون تموم شد دیگه، به اندازه کافی شما پادشاهان رو فوش دادید. اجرا بدید که دیگه خدافظی کنیم و بریم، برای که وقت برنامه تموم شد. بسیار ممنونم. من آرزوم تجلی شخصی به عنصر ایرانی بوده و در این قانون اساسی آوردم که هر انسان ایرانی دارندگی اون جلوگاه باشه، به اون مقصد و اون جایگاه برسه. بسیار سپاسگزارم. قانون اساسی آوردنش آنچه را که آموختم کوشش کردم در مناسبات حکومتی و قانونی در این قانون اساسی بی طرف بی نظر بی غرض آورده باشم. شما بخش جمهوری را هم بخونید، استدعا میکنم. حتما روز شاد و پیروز باشید. ساعت های خوبی داشتید. من شنوندگان تلویزیون ایتو سپاسگزارم که این ساعت به خرج دادن. در این وسط هم آقای امیدوار پای به میدان نهادند و اون شنونده گرامی بر سر خط آمدند و داوری منصفانه کردند، هم سپاسگزارم. آقای دلوی من از شما رنجیده نیستم ابدا، داوری در عهده مردم، شما آدم مهربانی هم هستید. اما در گفتگوی آینده به من مهلت بدید به قانون اساسی بپردازم. بله از کجا نقطه ابهام هست ابتدا میکنم منو به سیاست نکشونید. حتما بازی شادی برای شما. خیلی متشکرم جناب امیدوار. ممنونم از کار فنی که این برنامه رو هدایت کردن. مرسی، نهایت ممنونم. شاد و خرسند باشید. شاد و خرسند باشید. Thank you.